زبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید جنگ در کشور به پایان رسیده و امیدوار است که پس از این افغانستان به یک کشور با ثبات مبدل شود این اظهارات در حالی عنوان شده است که در نخستین ساعت امروز گزارش های ضد و نقیزی از سقوط پنج شیر منتشر شده است سخنگوی طالبان پیش از اظهارات خود در کنفرانس خبری در توییتر اعلام کرده بود طالبان کنترل کامل استان پنج شیر. آخرین منطقه تحت تصرف نیروهای مقاومت در افغانستان را در دست گرفته است جبهه مقاومت ملی افغانستان با صدور اطلاعیه‌ای سقوط پنج شیر را تکذیب کرد کنفرانس خبری زبیح الله مجاهد ساعتی پس از آن برگزار شد که طالبان در یک خبرنامه به ها از تصرف کامل پنجشیر توسط نیروهای خود خبر داده بود زبیح الله مجاهد در کنفرانس خبری خود تأکید کرد نیروهای طالبان میخواستند مسئله پنجشیر را از طریق گفتگو حل کنند اما گفتگوها نتیجه در پی نداشت به گفته سخنگوی گروه طالبان نیروهای امنیتی و دفاعی که در 20 سال گذشته در بخش های گوناگونی به شیوه مسلگی آموزش دیدند دوباره در کنار نیروهای طالبان در نهادهای امنیتی و دفاعی جذب خواهند شد در واکنش به برخی گزارش ها مبنی بر عدم تشکیل دولت در افغانستان زبیح الله مجاهد یادآور شد به زودی یک حکومت اسلامی و پاسخگو به وجود خواهد آمد سخنگوی گروه طالبان خطاب به مردم افغانستان تأکید کرد مردم باید بدانند که دیگران هیچ وقت افغانستان را آباد نمی کنند و و آبادی کشور مسئولیت مردم افغانستان است. زبیه الله مجاهد در پاسخ به سفر یک هیئت پاکستانی به کابل هم گفت پاکستان از مدتی پیش خواستار فرستادن یک هیئت به کابل بود و طالبان در روزهای اخیر با این سفر موافقت کرد سخنگوی گروه طالبان هدف از سفر هیئت پاکستانی به افغانستان را نگرانی این کشور از آزادی آن گروه از زندانی های پاکستانی عنوان نمود که به تازگی از زندان های افغانستان آزاد شدند این مقام گروه طالبان با اشاره به وضعیت فرودگاه بین المللی حامد کرزای در کابل هم یادآور شد تیم های فنی از کشورهای قطر و ترکیه همچنین یک شرکت امارات متحده عربی بر روی ترمیم فرودگاه و برای عادی سازی پروازها کار می کنند.